سلام سلام، دوباره اومدم با یه غذای خوشمزه دیگه. واسهتون یه غذای اصیل ایرانی آوردم. ببینیم چقدر عالی این غذا. لوبیا سفید داریم، عدس داریم، برنج داریم، اینا از هر کدوم یه پیمانه کشک داریم. پیاز 300 گرم داریم، گوشت گوسفندی 1 کیلوگرم دارم، سیر 2 بوته دارم، بادمجون سرخ کردم داریم. خب عدس و لوبیا سفید رو میذارم جدا جدا پخته بشه، گوشتم با پیاز، با بیشتر پیازا میذارم پخته بشه. ما یه دونه پیاز واسه یه پیاز خلالیش کنیم و سرخ کنیم نیازه. ما پیاز داغ لازم داریم واسه روی تزیین روی غذامون. خب من پیاز خلالیش میکنم و میذارم تا سرخ بشه. خب ببینین، گوشت و پیاز رو جدا گذاشتم توی آب بپزه. خب لوبیا سفید جدا، عدس جدا، برنج هم جدا. ببینین هر کدومشون تایم پختشون فرق میکنه، با هم دیگه همه رو نذارید پخته بشه. تا موقعی که حبوبات من پخته میشه، من بادمجون سرخ کرده از قبل داشتم، کلاهک روشو برمیدارم. حدودا 500 گرم تا 700 گرم بادمجون سرخ کرده نیاز داریم واسه این غذا. کاملا لهشون میکنم. حتما با گوشت کوب این کارو کنین، با غذا ساز و مخلوط کن و میکسر این کارو نکنین، چون اون حالت حلیمی که ما میخوایم و به دست میاریم. سیرارم من 2 بوته سیر داشتم پوست کندم، چون سیرای من ریز و کوچولوئه، من خوردشون دیگه زیاد خوردشون نمیکنم. کف روی گوشت رو بردارید. عدس های من پخته شد، الان عدس رو از سافیر رد میکنم و به بادمجون اضافه میکنم و همون جوری که داغه سریع لهشون میکنم، میکوبمشون، چون که اگه سرد بشه کوبیدن سخت میشه. تا داغه این کار رو انجام میده. خب برنجای منم پخته، برنجارم با عدس و بادمجون مخلوط میکنم و شروع میکنم به کوبیدن موادم. این غذا خیلی خوشمزه است. ما ایرانی ها غذاهای خیلی خوشمزه ای میخوریم از قدیم. چرا؟ چون ذائقه خیلی خوبی داریم، طبعمون خیلی عالیه واسه غذاهای خوشمزه. من لوبیا سفیدم هم پخت، اینم لهش میکنم، یعنی میکوبم و میریزم داخل عدس و برنج و بادمجون. خب لوبیا هارم کاملا بکوبید که اصلا لوبیا سالمی نمونه زیر داخل غذا. منو زخم این زمستون که زده من شبیخون. این غذا تو این فصل خیلی میچسبه، فوق‌العاده خوشمزه است، عالیه. حتما درستش کنید و میل بفرمایید. خیلی خسته کننده است، ولی شما هم سعی کنید دیگه اون غذا رو خوب بکوبید. ببینید من کاملا کوبیدم غذا رو، لوبیاها رو. ببینید چه حالتی شدش. لوبیا سفیدامون همه رو وارد عدس و برنج و بادمجون میکنم و با هم دیگه کاملا میکسشون میکنم که لوبیام داخل اونا ترکیب بشه. خب 2 قاشق چایخوری نعنا خشک، 1.5 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و نصف قاشق چایخوری هم فلفل قرمز من به موادم اضافه میکنم و کاملا با هم دیگه دوباره میکوبم تا مخلوط شن. خب من پیازایم که داخل گوشت
پخته شده بود اونا رو هم برداشتم و میکوبم و داخل موادم اضافه میکنم. یه چیز بهتون بگم که تو این غذا همه مواد باید کوبیده بشه. خب پیازم کوبیدم، به موادم اضافه کردم، ترکیبشون میکنم و به آب گوشتی که روی اجاق داشتم، ببین گوشتشو جدا کردم و موادی رو که کوبیدم به آب گوشت اضافه میکنم. من دیگه آب دیگه ای به موادم اضافه نمیکنم. خب کاملا موادو هم بزنید. این سیر هر چقدر که ذائقتون میکشه همونقدر سیر داخل حلیمتون بریزید. من کشکم میریزم داخل حلیمم، شما هر مقداری که دوست داشتید. این ادویه و چاشنهی که اضافه میکنیم به غذا، این به ذائقه خودتون بستگی داره، هر چقدر که دوست دارید اضافه کنید. خب من گوشت دارم، همه رو ریش ریششون میکنم. خب گوشتم که ریش ریش کردم، یه مقدار واسه تزیین روی غذام برداشتم روی حلیم، ما بقیه رو همه رو وارد حلیم کردم. هم بزنید از اینجا به بعد، فقط باید حلیم رو حدودا نیم ساعت هم بزنید تا جا بیفته. اگر برید مثلا حلیم رو به حال خودش بذارید، احتمال این که ته بگیره و بسوزه خیلی زیاده، پس باید وایسید و کم کم هم بزنید تا ته نگیره. خب حلیم من داره دیگه کم کم جا میفته و موقع سرو کردنشه. هنوز یه کوچولو دیگه کار داره. من هم میزنم، وقتی که آماده شد سروش میکنم و بهتون نشونم. بله سروش کردم. شما هر جوری که دوست دارین تزیینش کنید و این غذای خوشمزه رو میل کنید. امیدوارم که این آموزش هم مثمر ثمر بوده باشه واسه تون و نوش جونه همتون.